بسم الله الرحمن الرحیم در درس ششم تجوید قرار داریم دیگه امروز ما انشالله شروع میکنیم سر مخارج حروف که از زبان تشکیل میشه و ما گفتیم که ده مخارج است و اجده حروف از زبان تلفظ میشه گرچه کل حروف از حنجره خارج میشه صدا اما امی موضعی است که آواز زیر تغییر میده که ما به نام مخارج میدیم اولین حرفی که ما در لیست خود میبینیم حرف قاف است و قاف مخرجش آخر زبان با تماس به زبان چه اگر باشه ما در درسش پنجم وقتی که زبان شرح میکردم گفتم که یک چیزه که خورد یک زبانچه که خورد از در نزدیک حلق بوده به نام یوویولا یا زبانچه یاد میکنن هر وقت که آخر زبان ما قسمت آخر زبان ما با اونمو زبانچه تماس کنه او مخرج قاف است مثلا سعی کنین ما آسان است که وقتی که میخوایم که مخرج یک حرف بفهمیم الف دادم ریش شما نوشته کنین با از تلفظ کنین ببینین که از کجا صدایش میبره مثلا قاف است علف در مریش بانین اق اق ق ببینین که قاف از وقت مخرجش بر خوب نشان میده که شما علف در مریش قاف بانین و وقتی که تلفظ میکنین نشان میده که آخر زبان به زبانچه تماس میکنه حرف دوم حرف حرف کف است که ما در فارسی به نام کاف میگیم اینو در عربی کاف نمیخوانن بلند نمیخوانن کاف میخوان کاف بسیار اه میخونن, اه ا میخوان آ نمیخوانن ای آخر زبان به تماس زبان چنمه از امون قسمتی که قاف مخرج داره کف هم از امون است اما تماس نمیکنه به زبان چه مثلا اک اک پیشتر بود اق اق ای اک اک خصوصا این دو حرفه مم. کسایی که در غرب زندگی میکنن یا زبانشان انگلیسی است امی دو حرفه باید درست بفهمن که قسمت آخر زبان به زبان بخوره و قسمت زبان قسمت آخر زبان به زبان نخوره که اگر خورد قاف میشه اگر نخورد کف میشه قسمت حروف دیگه که هست که از وسط زبان مخرج داره و وسط زبان خود بلند میکنه به کام میخوره ای حروف حروف جیم است جیم شین یا که اگر ما الف دادم روی از یابان ایم کنین اج اج, اج 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 اش اش ای ای ببینین که در سه از این حروف امی وسط زبان بالا میشه و دندان ها هیچ رول نداره لب هیچ رول نداره تنها حواس و زبان ما زبان بالا پایین میشه کتکام. مخرج حروف تا، تا و دال که هسته این نوک زبان به تماس پشت دندان های پیش روی یا ثنایا تماس میکنه دو تا دندان پیش روی که ما داریم نوک زبان ما در پشت یا زمون میخوره که مثلا میگیم که ات وقتی که ات میگیم ات ایلا میتیم باید اوا برای اوا وقتی که ات میبینید دستان پیش روی دانتان بگیرین ات باید اوا دست دستان بخوره ات وقتی که تا میگیم هوا باید نخوره اطو ای پر میشه اطو اطو و دال که میگیم اد اد ای قلقله میشه تا و دال قلقله میشه و جیمون پیشتر اگر متوجه باشین من اج اج قلقله کردم که پس باونس بک میکنه حرف دیگه حروف که از حروف ث یا ث ظ و و ذال است که ما این نوک زبان به تماس نوک دندان های پیش روی میخوره پیشتر در پشت دندان ها میخورد آل نوک زبان به نوک دندان ها میخوره مثلا میگیم اس اس وقتی که ما میگیم حدیث امی امی ثیس از 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 زاله میگیم از الذین الذین نمیگیم الذین نمیگیم خب میریم سر حرف نون نون نوک زبان با تماس لثه دندانهای های پیش روی لثه یا نیونه مو چی رو میگن بیره پشت سر پشت سر دندان بیره لثه دندان میگن اه که نوک زبان باید در پشتی و نظم دندان ها بخوره در آخرین قسمت نزدیک بیره اه, که یعنی د بیره بخوره مثلا چی رقم اگر شما بگوین الف, الف در دم رینون باین میگین که ان 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 میبینین که نوک زبان شما در پشت دندان شما در بیرای دندان تان میخوره در بیرای دندان بالا اه, و عرف راکیاس. که است این ما گفته بودیم که در فارسی ما یاد دری ما ری میگیم در عربی را میگیم ای پر و خالی خوانده میشه از خود جای داره نوک زبان تماس به لسه دندان های پیش روی و جانبی میکنه ای چهار دندان هم میگیده. نوک زبان در چهار دندان میخوره و و قسمت پشت نوک دندان هم یک کمک رول داره در دا در مخرج از این مثلا سعی ار،, ار یا را را ار سه حرف دیگه که بارد از زی صاد سین یا از یک مخرج است اما فرقش تلفظش است که سر نوک زبان به تماس دندان پیش روی میه سر نوک زبان یعنی یکی ما نوک زبان داریم که مثل کلان جای نوک زبان میگن سر نوک زبان یک قسمتک که و... وسطی رو برو میره سر نوک زبان یا آ... به حساب رحس... رحس زبان رحس طرف زبان میگن که ای, ای... تلفظش ایتو میشه سعی کنین از امیزه بزست میکنه از از ساد که هست آس آس و سین که اس اس که ای اروف اکلش زی بزاس می کنه ساد که رقم اس و سین هم که رقم اس واره صدا داره فقط فرق سین و سادی است که سین مستقیم میره و ساد بالا پرخونده میشه و مخرج لام که است نوک زبان به تماس شش دندان میه که لام بهترین و کلانترین مخرج داره اه, که شش دندان پیش روی که هسته که اه, اه, دندان ثنایا ربایات و دندان نیش دندان یا دواحک ار نوک دندان نوک زبان دنیمی ار دنیمی شش دندان میخوره که مثلا شما ببینین ال ال لا ال ای بسیار کلان مخرج داره و عرف داد است که این تلفظ از ای بسیار مغلق هم است و مشکل هم است کناره دندان یعنی یکی ما پیشروی کناره جانبی زبان یعنی که یکی خود ما طرف لسان داریم یکی هم در, در طرف, در طرف های علاشه ما قسمت هایی که زبان در قسمت علاشه است اینی را به نام کناره جانبی میگن در رسم ما مگه شما متوجه باشین دوباره با سل کنین اینمی وقتی که ما داد میگیم باید تماس کنه در دندان ها در دندان های آسیاب اگر ما این تماس نتیم در دا ما دال تلفظ میکنیم دال, دال پر تلفظ میکنیم که اشتباه میباشه باز در این خاطر اکثریت مردم اینمی داده درست تلفظ کرده نمیتونن به خاطر ازی که زبان خود مستقیم میگیرن وقتی زبان خود مستقیم بگیرن دا بگن معنی ازی که دال تلفظ کردن دال پر باید وقتی که دا میگن زبانشان باید بعد دندان های آسیا بشان بخورن که تلفظ داد میشه به خیال می کلپ ما زیادتر بود این دفعه چون مخارج بسیار بود امیدوار هستم که این درس برتان خسته کن نبوده باشه و یک کلپ افتم کلپ آخری مخارج است که او انشالله کوشش میکنیم که در درس افتم امی مخارج حروف کاملا ختم کنیم و السلام علیکم <applause>